بلاجر و تالار اسرار، فصل 10، بلاجر سرکش. رون که از تعجب زبانش بند آمده بود به هری نگاه کرد، ولی هری نگرانی دیگری داشت. هیچ میدونی چقدر باید دزدی کنیم هرمیونی؟ پوست خرد شده بومسلنگ، این یکی مطمئنا توی انبار دانش آموزا نیست. میگی چیکار کنیم؟ بریم از انبار شخصی اسنیپ دزدی کنیم؟ به نظر من که فکر خوبی نیست. هرمیونی کتاب را محکم بست و گفت: باشه، اگه شما دوتا میخواین جا بزنین اشکالی نداره. گونه هایش گل انداخته بود و چشم هایش براق‌تر از همیشه بود. من یکی که نمیخوام قوانین رو زیر پا بذارم. به شخصه فکر میکنم تهدید کردن ماگل‌زاده ها خیلی بدتر از دم کردن یه مجنون سخته. ولی اگه نمیخواین بفهمین کار مرفویه یا نه، همین الان میرم پیش خانم پینس و کتاب رو بهش پس میدم. رون گفت: هیچ وقت فکر نمیکردم روزی رو ببینم که تو راضیمون کنی که قانون شکنی کنی. باشه، همین کارو بکنیم. ولی دور ناخن پا رو خط بکش. باشه؟ هری گفت: حالا درست کردنش چقدر طول میکشه؟ هرمیونی که خوشحالتر به نظر میرسید کتاب را دوباره باز کرد و گفت: خب، چون گیاه خاکچی باید ماه شب 14 چیده بشه و بالا توری ها باید 21 روز جوشیده بشن، حدس میزنم تا حدود یه ماه دیگه آماده بشه، البته اگه بتونیم همه مواد اولیه رو پیدا کنیم. رون گفت: یه ماه؟ تا اون موقع ممکنه مالفوی به نصف ماگل‌زاده های مدرسه حمله کرده باشه. ولی چشمای هرمیونی دوباره به شکل خطرناکی تنگ شد و رون به سرعت اضافه کرد: ولی بهترین نقشه‌ایه که داریم، پس به نظرم با تمام قدرت پیش بریم. با این حال وقتی هرمیونی رفت تا قبل از بیرون رفتنشان از دستشویی سر و گوش یاب بدهد که راه رو خالی باشد، رون زیر لب به هری گفت: اگه بتونی فردا مالفوی از جاروش بندازی پایین، زحمتمون خیلی کمتر میشه. میریم جلوتر و با اونجای مواجه میشیم که دابی درد سرساز دوباره اومده سراغ هری که پیامی رو بهش برسونه. وای، ای کاش هری پاتر میدونست، کاش میدونست پیش ماها چه ارزشی داره. پیش ما تو سری خورا، ما برده ها، ما توفاله های دنیای جادویی. دابی یادشه وقتی اونی که نباید اسمشو برد توی اوج قدرت بود اوضاع چطوری بود؟ قربان، با ما الفای خونگی مثل انگل رفتار میکردن. قربان. بعد در حالی که صورتش رو با روبالشی خشک میکرد اعتراف کرد: البته با دابی هم هنوز همونطوری رفتار میشه. قربان. ولی در کل قربان، از وقتی شما اونی که نباید اسمشو برد رو شکست دادین، وضعیت زندگی برای هم نوعای من بهتر شده. هری پاتر جون سالم به در برد و قدرت لرد سیاه از بین رفت و دوران جدیدی شروع شد. قربان. و برای امثال ما که فکر میکردن روزای تاریک تمومی نداره، هری پاتر مثل مشعلی از امید تابید. قربان. و حالا توی هاگوارتس اتفاقهای وحشتناکی قراره بیفته و شایدم افتاده و دبی نمیتونه اجازه بده هری پاتر اینجا بمونه، اون هم حالا که تاریخ قراره تکرار بشه، حالا که تالار اسرار دوباره باز شده. دابی با قیافه‌ای وحشت زده بی حرکت ماند. بعد پارچه آب هری را از روی میز کنار تخت برداشت و چنان محکم به سر خودش کوبید که پایین افتاد و از نظر ناپدید شد. لحظه ای بعد با چشمهای چپ شده خودش را بالا کشید و دوباره روی تخت آمد و زیر لب گفت: دابی بد، دابی خیلی بد. هری آهسته گفت: پس تالار اسرار واقعا وجود داره و گفتی قبلنم باز شده؟ حرف بزن دابی. همانطور که دست دابی آهسته به سمت پارچ می رفت، هری مچ استخوانی الف را گرفت و گفت: ولی من که ماگل‌زاده نیستم، چطور ممکنه خطری از طرف تالار من رو تهدید کنه؟ الف که در تاریکی چشمهای درشتش برق می زد با تته پته گفت: قربان، دیگه سوال نکن، دیگه از دابی بیچاره سوال نکن. نقشه های شومی برای این مدرسه کشیده شده، ولی وقتی این اتفاقا می افتن هری پاتر نباید اینجا باشه. برگرد خونه هری پاتر. هری پاتر نباید وارد این ماجرا بشه. قربان، خیلی خطرناک. هری که هنوز مچ دست دابی را محکم گرفته بود تا نگذارد دوباره با پارچه آب خودش را بزند گفت: کار کیه دابی؟ کی بازش کرده؟ دفعه قبل کی بازش کرد؟ الف با صدای جیغ جیغویش گفت: دابی نمیتونه. قربان، دابی نمیتونه. دابی نباید بگه. برگرد خونه هری پاتر، برگرد خونه. هری با تندی گفت: من هیچ جا نمیرم. یکی از بهترین دوستان ماگل‌زاده است. اگه واقعا تالار باز شده باشه، اون جز اولین کسایی که بهشون حمله میشه.
دابی که به طرز فلاکتباری به وجد آمده بود با ناله گفت دابی که به طرز فلاکتباری به وجد آمده بود با ناله گفت هری پاتر به خاطر دوستاش جون خودش رو به خطر میندازه. چه شریف، چه شجاع، ولی حتما باید خودش رو نجات بده. حتما هری پاتر نباید. ناگهان دابی خشکش زد و گوشهای خفاشیش جنبید. هری هم شنیده بود. صدای قدمهایی از راهروی بیرون می آمد که به آنها نزدیک می شد. الف با وحشت زیر لب گفت دابی باید بره. سپس صدای ترق بلندی به گوش رسید و ناگهان مشت هری هوای خالی را به هم فشرد.